تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. مخلوقیم پس سخن خالق نشستیم. چه سخنی از سخن خالق بهتر، عمیقتر، عامتر، روانتر، فطریتر، قابل عملتر، ابدیتر. آیه با آیه از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 8 سوره اعراف آیه 53 رسیدیم. تفسیر چند دقیقه ای روان ساده قطره ای فشرده. بشنوید آیه 53 سوره اعراف. هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كافران چشونه که ایمان نمیارن؟ چی میخوان؟ میگه آدم از پیغمبر بهتر. چه عیبی داره پیغمبر؟ بهترین خلق خداست. بیان میگه از بیان پیغمبر روانتر، حرف میگه استدلالیتر، قانون میگه فطریتر. چه شونه دیگه؟ حلیان ضرون. آیه کفار چیزی دیگه میخوان، فقط منتظر تأویلن. میخوانن پشت پرده چیه؟ تأویل یعنی چیزی پشت پرده. مراد از تأویل به دلیل جملات بعد یعنی تهدیدها و وعده‌های الهی که هست. چون ما یه فیلمی که هست میگن رو پرده چیه، پشت پرده چیه، تعبیر این پشت پرده. این قرآن یه ظاهری داره، پشت این ظاهر یه پشت پرده هم هست. اینا میخوان پشت پرده ببینن چیه. تعبیر قرآن یعنی غیر از ظاهر قرآن اون مصادیق دیگه شو میخوان ببینن. یعنی واقعا وقتی ما میگیم جهنم هست، یعنی میخوان بیفتن تو جهنم تا بفهمن. وقتی میگیم هوا سرده، اینا باید بیفتن تو یخ تا بفهمن سرده. هل ينظرون، اینا چی منتظر چی هستن؟ منتظر تعبیر هستن، یعنی منتظر و تهدیدها و وعده ها محقق تحقق اون وعده ها هستن. میگه نمیدونن. یوم یأتی تعویله، روزی که فرا برسد، یعنی در نشانه های حساب و کتاب پیدا بشه. وقت یقول الذین نسوه، کسانی که اون روز را از پیش در دنیا فراموش کرده بودن، یعنی اونا که در دنیا غافل بودن، حال اونجا چشمش وا میشه. هی میگن بابا از کجا سرده، از کجا گرمه، افتادن تو گرما و سرما، حالا چشمش وا میشه. میگن چه؟ یقول الذین نسوه من قبل، کسانی که در قبل یعنی در دنیا فراموش میکردن روز قیامت را. قد جاءت، میگن قد جاءت رسول ربنا بالحق. وقت اونجا اقرار میکنن که بله، پیامبران خدا، پروردگار ما، رسولان پروردگار ما به حق آمدن. این اونجا اقرار میکنن. هرچی پیغمبر رو دیدن، معجزش رو دیدن، استدلالش رو دیدن، صفاتش رو دیدن، قبول نمیکنن. حالا وقتی وعده ها محقق شد یه مرتبه، فبصر و کل یوم حدید، به قول قرآن چشمشون آهن میشه، حالا دیگه تیزبین میشن. میگن عجب، زندگی واقعی اینجاست، تو دنیا ما بازگوشی میکردیم. از حیات واقعی، یا لیتنی قدم تل حیاتی. وقت اونجا میگن چه؟ میگن فهل لنا من شفعا. روز قیامت این آدم های لجباز، وقتی روز قیامت چشمشو باز شد، وقتی در همین دنیا وعده های خدا آمد، چشمشو باز شد، فهل لنا من شفعا فیشفع لنا. مربوط به قیامت هم. آیا برای ما شفعای هست؟ کسی هست بیاد شفاعت کنه، ما را دستمانو بگیرش؟ او نرد، یا لقل برگردیم به دنیا، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، برگردیم کارامون عوض کنیم، کاری انجام بدیم غیر از کاری گذشته. قد خسروا انفسهم، باختن خودشونو، و ضل عنهم ما کانوا یفترون. قد خسروا انفسهم و ضل عنهم، یعنی از کفشون رفت، ما کانوا یفترون، همه بافته ها از دست میره. چقدر میگفتیم
همچی بشه مدرک رو میگیرم بعد همچی میشه، داماد میشم عروس میشم همچی میشه، فلان پست رو میگیرم پس انداز بکنم همچی میشه، چقدر برای خودم چیزها و خیالهایی رو بافتم و سراغ غیر خدا رفتم، خدا و راه خدا و انبیاء خدا رو فراموش کردم، سراغ مادیات و جلوه ها و زرق و برق ها رفتم. همه پرید و ول عنهم ما کانوا یفترون، همه چیزی که بافته بودم پرید از کف رفت. خب در آیه قبل، الان آیه 53 هستیم، آیه 43، یعنی 10 تا آیه قبل بهشتی ها میگفتن قد جاءت رسول ربنا بالحق، اینجا جهنمی ها میگن قد جاءت رسول ربنا بالحق، یعنی بالاخره روسی میشه که خوب و بد همه قبول خان که میگفتن ها این وعده ما وعدنا، این هم وعده بود که خدا ما داده بود و ما چتون بالا مینداختیم قبول نمیکردیم. به هر حال ناله ها و اعتراف ها و آرزوها دیگه در قیامت به درد نمیخوره. خصاص بزرگم فراموش کردن قرآن قیامت نسوهو، هرچی قیامت گفتن فراموش کردن، نسو یوم الحساب، هرچی قرآن رو گفتن اتت که آیاتنا فنسیتها، فراموش کردن مکتب، فراموش کردن قیامت، فراموش کردن خدا، نسو الله. این خسارت بزرگه و قیامت روز بیداری و آگاهیه، اونجا دیگه اقرار میکنن دیگه چه سود. رسول ربنا، پیغمبرا از طرف پروردگار میان، یعنی پیغمبر ربنا یعنی میخواد تو رو تربیتت کنه، علت که خدا پیغمبر فرستید میخواد تو رو تربیت کنه، رسول ربنا چون ربنا بود مربی ما بود میخواست ما تربیت کنه، برای ما پیغمبر فرستاد. خب حالا واقعا اگر اینا چی میگن خدایا برگردیم، برمیگردن خوب میشن؟ قرآن میگن نه، دروغ میگن، لو ردوا لعادوا لمانه، برمیگردن برمیگردن سراغ همون کار اولش، اینا دروغ میگن. مثل وعده‌ای که ما به خدا میگیم که خدایا، قرآن مکرر گفته انسان وقتی گیر میکنه یه جور حرف میزنه، وقتی نجات پیدا میکنه یه جور حرف میزنه، تو دریا که میخواد کشتیش غرق شه رکب و فلفورت میبینه کشتیش داره غرق میشه، دعوا الله دعا میکنه، فلما نجاهم نجاتش میدیم جفتک میزنه، عروس دومات که بچه دار میشن میبینه شکم عروس ما بالا، میگن لئن آتانا صالحا، اگر خدا یه اولاد صالح بده لنکونن من شاکرین، ما شکر خدا، فلما آتاهم صالحا جعلاله شرکا، وقتی خدا اولاد صالح میده میگه نخی مسجد بیت کن خدا بیت کن، برو به دنیا چی میگه، شرق چی میگه، غرب چی میگه، مدرک چی میگه، پول چی میگه. افراد بی پول میگن خدایا اگر لآتانا من فضلهی، اگر پولی به ما بده لنصدقن، صدقه میدیم، همین که بش دادیم بخلو، انسان قولش قول نیست، میگه پولم بده به فقرا میدم پولش میدیم بخل میکنه، میگه اولادم بده صالح اولاد صالحش میدیم، برای اولاد سراغ غیر خدا، اولاد به سراغ غیر خدا میکشونن. رکب و فلفلک در موج گیر میکنه، یا الله میگه از موج نجات بده میکنه یادش بوده. قرآن بارها گفته که اینها الان میگن که فهل لنا من شفعا، میشه شفیعی هست که ما فیشفع لنا، میشه روز قیامت کسی شفاعت کنه ما رو، او نرد میشه برگردیم به دنیا، میگه در جای دیگه میفرمود لو ردو لعادو، برمگردن همون هم که هستن. بعدم میگه فن عمل غیر الذی کنا نعمل، غیر الذی کنا نعمل یه بار مهم میداره، میگه برگردون کاره میکنیم غیر از کاره گذشته، یعنی وقتی هم که کار میکردیم فکر کنیم کارمون درسته، حالا اینجا پرده کنار رفته میکنیم درست نیست، پس عمل برگردو به دنیا ما رو، یه کار میکنیم غیر کاره گذشته. خیلی مهمه که بنده فکر میکنم الان برای شما حرف میزنم و تفسیر میکنم درسته، ممکنه روز قیامت به من بگن اصلا تو بیخود تو ایران بودی، تو ای کاش زبان فلان کشور یاد میگرفتی، هجرت میکردی میرفتی در اونجا، میلیون ها منحرف بودن این چند سال عمری که تو تلویزیون ایران بودی، اونجا اگر صرف میکردی اثرت بیشتر بود. میگم عجب، پس من فکر میکردم خودم درسته دیگه، از تلویزیون بهتر چی، از قرآن بهتر چی، من داشتم تفسیر قرآن میگفتم، معلم قرآن بودم، گفتم بله وزیفه تو این نبود که کار کنم، نمیدونم چی میشه، هیچ کس مطمئن نبود بشه که کارش درسته، شاید خدا از ما چیز دیگه میخواد، شاید خدا دیگه چیز دیگه میخواد. افراد دارن مسجد میسازن، ما تو ایران جا داریم شهر داریم که پنجامت مسجدهای چند صد میلیونی میسازن، چون طرف افرادشون پولدارای خارج هستن، میان اونجا هم تو چند مسجدهای چه مسجدهای مهمی، روستایی هم هستن یه مسجد ساده ندارن، او فکر میکنه که اگر پولش خرج هیئت کنه مهمه، ولی روز عاشورا میلیون ها خرج میکنه اما خمس نمیده.
یک نهار به یک مؤذن نداده ولی منار درست کرده، کاشیکاری کرده 100 میلیون. یعنی خرج منار رو میکنه، خرج بلال نمیکنه. به هر حال میگه خودی برم گردون، کاری که کردم فکر میدم درسته، برم گردون کاری انجام میدم غیر کاری گذشته. خدایا تو به حق محمد و آل محمد دستمون رو بگیر، قیامت حسرت نخوریم، حق رو درست بفهمیم، درست عمل کنیم، باطل رو درست بفهمیم، درست دوری کنیم. ایتون نباشه که اگر بحث حد شد آماده باشیم، بحث زکات شد حال نداشته باشه. برای مدرک شد بخونیم، این درس نمره توش نبود نخونیم، پست بود قبول کنیم، پست نبود قبول نکنیم. دستمون رو بگیر، روز قیامت روز حسرت ما نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله.